عرضم کردم، بازم میگم، برای خودم فرض میدونم، هر روزم میخوام بگم، هر روزم میخوام بگم، چون نمیدونی چقدر خطر بزرگه. هر روزم میخوام بگم، بر همه هم فرض بگن، برای عیزه روحانی که فرضه، والله به عنوان یک مجتهد واجب میدونم بگم و بگند آقایون، اگر نگن خطا کردند، واجب میدونم اینو بیان بکنند. و اون این است که فتنه بعدی که عرض کردم بعد از 88 سال 90 دیگه بیشتر بیان کردم، مباحثش تو شذرات هست، نواراش و سیدیاش هست. عرض کردم فتنه بعدی یکی از شاخصه های مهمش بحث اقتصاده، فشاری که میارند، انقدر فشار میارن، فشار میارن، فشار میارن، فشار میارن، خیلی هم آرام دارن جلو میرن، آرام آرام آرام. من عراق بودم، قوغا شده، تمام کارخونه ها تعطیل شده، اوضاع هر روز هزار نفر گفتن میان تو میدون بزرگ شهر تظاهرات میکنن، چی میگن؟ شعار میدن. شعارشون چیه؟ و بازن بچه میگن آقا ما نون میخوایم، 9 ماه حقوق ما رو ندادن فلان، و چی کنیم؟ بعد تبدیل بشه نستجیر بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. به من زنگ میزنن بیان میکنم، میگن آقا ما اصلا وحشت میکنم، میگم حرفا رو نزنید، من خدا گواه، الان چند ماه خدا رو گواه میگیرم، شبها خواب ندارم، برای این موضوع ندارم، چون یکی دو ساعتی هم خواب داشتم دیگه ندارم به خاطر این موضوع. گرفتار یارو دارم میبینم، وحشتناک وضعیت. من زنگ میزنه میگه ما گرفتار شدیم، آقای دینمون از بین رفته. بعد یه کسی آمده میگه بیایید به همسرم، همسرم وسوسه شده بود، بعد استغفار گفتم بکن فلان، بیایید وهابی بشید پولدار میشید. گریه میکرد و من بهش الان آروم حرف بزن که من بفهمم، با یا گریه کن یا مثلا گریه کن، نمیتونست. بعد و اینجوری بعد گفت آی چیزای شما، گفتم بله بعضی چیزا میدونم، اگه یه چیز دیگه بگم، گفتم خیلی راضی به موضوع نگو، اینم میدونم. گفت پس شما برید ببینید، این که این موقعی بعضی ها اینا این کارو میکنن که اینجور بشه، نستجیر بالله، نموز بالله، به این که دیگه خودفروشی یا چه که دوست دارن لقمه حرام بشه، دوست دارن زنوب زیاد بشه، طهارت از بین بره، اوضاع از بین بره، اون موقع راحت میشه نظام رو از بین برد، راحت. عرض کردم دیگه امام المسلمین هم بگه، مراجع هم بگن یه بار بابا شما نفستون از جای گرم در میاد، مردم نون ندارن میخونن، شما حالا میگید انقلاب فلان، اینجوری میشه، قصدشون اینه و دارن این کارو میکنند، خیلی وقت شروع کردن، خیلی وقت شروع کردن با پنبه سر ببرن، خیلی ها خوابند، خیلی حرفای منو بشنون هم بگن تخیله چی میگه فلان، حالا تا ببینیم که انشالله بیدار میشن و بعد دیگه فایده نداره، موقعی که بشه دیگه فایده نداره. مثل که یه موقعی میگفتیم آقا این بحث نسل یک بحثی، میگفتن نه آقا شما خلاف منویات آقا دارید، آقا خود آقا هم مخفی گفته، کار کردن آقا صداش در بیاد، با اینکه آقا مقصر نبود، آقا از روز اول هم مخالف بود، صداش در بیاد آقا بفرماید که من هم استغفار میکنم، آقا راجب هیچ چیز نفرم استغفار میکنم، که بحث نسل رو شد دیگه، شد.